سازمان جمهوری خواهان LCR که بنیادی است مدافع آزادی اندیشه و تنوع عقاید و طیف محافظه‌کاران در امریکا را نمایندگی می‌کنه، امروز طی مراسم ویژه‌ای در موزه ریاست جمهوری رونالد ریگان در شهر لس آنجلس جایزه صراحت بیان را به شاهزاده رضا پهلوی اهدا کرد. همزمان با برگزاری این مراسم و ورود رسانه‌های آمریکایی و همینطور مهمانان ویژه به موزه و کتابخانه ریگان، گروهی از هواداران شاهزاده پهلوی اینجا گرد هم آمدند، تجمعی ترتیب دادند تا به نوعی حمایت خودشون از این چهره سیاسی رو اعلام کنند. در کنار من آقای بهمن شاهنگیان هستند، یکی از سازمان دهندگان این برنامه. از خودشون میپرسم که آقای شاهنگیان، هدف از تجمع امروز چیست؟ خب بدون شک شاهزاده یکی از مهمترین نمایندگان ملت ایران در خارج از کشور. نمیتونیم انکار بکنیم که بهتر از شاهزاده واقعا کسی نمیتونه نمایندگی ملت ایران به عهده بگیره و ایشون کنشگری که داره میکنه بی سابقه است و بی‌نظیره. خستگی ناپذیر دارن نمایندگی ملت ایران رو میکنن. در این گردهمایی هم که تشریف آوردن به جنوب کالیفرنیا، وظیفه ماست که بیایم به پیشوازشون و به رسانه‌های آمریکایی به خصوص نشون بدیم که شاهزاده رضا پهلوی حمایت بسیار زیادی در میان مردم ایران داره. در درون ایران شکی نیست که بالای 90% از مردم ایران طرفدار شاهزاده هستند، به خصوص که ایشون بسیار بسیار دموکرات هستند و همه تصمیم گیری رو گذاشتن به عهده ملت ایران. گفتن تا روز پیروزی هدایت این حرکت رو به عهده میگیرن، بعد از اون میره سر میزهای رأی و مردم ایران تصمیم میگیرن که چی میخوان در آینده ایران. دیگه از این دموکرات‌تر چی می‌خوایم ما؟ دو همین دلیل اومدیم به پیشواز ایشون و به نشون دادن حمایتمون از شاهزادهمون. سپاسگزارم، متشکرم. گفتنی است که علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی که جایزه صراحت بیان رو دریافت کرده، کلیان کانوی که استراتژیست سابق کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2016 است و همینطور کتلین جنر ورزشکار و فعال جامعه LGBTQ هم جوایز لینکلن امسال رو دریافت کردند. نیلوفر منصوری، کتابخانه ریگان، لس آنجلس.